به نام خدا دکتر محمد علیزاده هستم دانشیار علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی علومیه در این ترم تحصیلی با موضوع آشنایی با رژیم های غذایی در بیماری های مختلف در خدمتتان خواهم بود اهداف آموزشی درس این جلسهمون موارد زیره دانشجو بتونه انواع رژیم های غذایی رو در دیابت، در بیماری های کلیه، در بیماری های قلب و روغی، در انواع کمخونی ها در بیماری های هایپرمتابولیک و همینطور در بیماری های دستگاه و گوارش مشخص نماید به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت دانشجویان عزیز و امیدوارم که ترم تحصیلی خوبی رو با هم داشته باشیم موضوع اولی که میخوام در مورد صحبت بکنم رژیم درمانی دیابت هست که مدیریت این بیماری بدون در نظر گرفتن رژیم غذایی این بیماری امری تقریبا محال هست انواع رژیم های غذایی برای بیماری دیابت وجود دارند که یکی از اونها طرح غذایی با کربوهیدرات ثابت هست که مخصوص بیمارانی هست که انسولین استفاده نمی کنند و داروهای دهانی و خوراکی دیابت رو مصرف می کنند. اصولی که ما در رژیم درمانی این بیماران باید مد نظر داشته باشیم این هست که این بیماران حتما سی شش وعده و میان وعده غذایی داشته باشند و مثل دارو به زمان مصرف وعده ها و میان وعده های غذایی خودشون هم دقت بکنند و تقریبا هر سه ساعت ما یک وعده یا میان وعده خواهیم داشت تا کربوهیدرات به شکل مساوی یا به شکلی که مورد احتیاج بدن هست پخش بشه در طول روز و بیمار ما دچار افزایش قند خون و افت قند خون در طول روز نشه بعد از اون موضوعی که ما باید شش وعده و میان وعده در بیمار دیابتیمون داشته باشیم مسئله مهم دیگه این هست که ما باید در وعده های غذایی اگه بیمار ما خانم بود سه تا چهار واحد کربوهیدرات داشته باشیم و اگه آقا بود چهار تا پنج واحد کربوهیدرات و در میان وعده ها یک تا دو واحد کربوهیدرات داشته باشیم هر واحد کربوهیدرات رو ما 15 گرم قند در نظر میگیریم و شما در مباحث قبلی خوندید که ما از هفت گروه غذایی چهار گروه غذایی منحاوی قند هستند شیر، میوهجات غلات و گروه قندها و سه گروه غذایی ما بدون قند هستند سبزیجات گوشتها و چربی ها بنابراین ما سعی خواهیم کرد از گروه های غذایی که حاوی قند هستند در حدی که گفتم در وعده ها و میان وعده های دیابتی دیابتیمون قند داشته باشیم موضوع دیگه این هست که در بیمار دیابتی معمولا ساعت یک تا سه نصف شب که پریدان پنومنون یا پریدان پریود گفته میشه در اینجا ما شاهد افتقند خون هستیم و بدن برای اینکه این, این افتقند خون رو جبران بکنه از ساعت چهار شب به, طرف به اون طرف یعنی تا ساعت هشت قند خون رو بالا میبره که تحت عنوان سموجی افکت هست و به همین خاطر که بیمار دیابتی صبح که میره آزمایشگاه قندخونش بیشتر نشون داده میشه برای اینکه ما از افت قند خون جلوگیری کنیم و به تبع اون افزایش قند خون هم نداشته باشیم بسیار توصیه میکنیم که بیمار ما موقع خواب یک میان وعده داشته باشه و در اونجا یک تا دو واحد قند بخوره پس اینا مواردی هستند که در کسانی که داروهای دهانی استفاده میکنن و یا کسانی که انسولین میزنن و روش دوم رو استفاده نمیکنن بایستی مورد توجه قرار بدیم اما روش دوم که این ها به شدت تشویق میشه که بیماران از این روش استفاده کنن مخصوص بیمارانی هست که انسولین تزریق میکنن ما در این روش بیمار رو تقریبا آزاد میذاریم تا هر غذایی که دوست داشت در وعده ها و میان وعده استفاده بکنه و ما میاییم بر اساس کربوهیدرات مصرفی دوز انسولین کوتاه اثر رو تعیین میکنیم این روش یکی از مهمترین فوایدی که داره اینه که ما میتونیم بیمارمون رو قند خون بیمارمون رو به شکل خیلی سفت و سخت کنترل بکنیم تا از عوارض دیابت پیشگیری کنیم یا اونو به شدت به تأخیر بندازیم حالا برای اینکه ما بدونیم به ازای چه مقدار قند ما یک واحد انسولین کوتاه اثر باید به بیمارمون تزریق بکنیم این محدوده بین 8 تا 15 هست یعنی در کسانی که مقاومت انسولینی دارند شاید به ازای هر 8 گرم کربوهیدرات یک واحد انسولین در نظر بگیریم و در کسانی که مقاومت انسولینی کمتری دارند به ازای هر 15 گرم کربوهیدرات یک واحد انسولین در نظر بگیریم موارد دیگه ای هم که در محاسبه میزان انسولین کوتاه اثر در اینجا دخالت دارن میزان قند خون قبل وعده غذایی است که اگه بالای صد باشه ما از طریق فرمولی که شما در اسلاید مشاهده میکنید و 1500 رو به کل دوز انسولین روزانه تقسیم میکنیم عددی که به دست میاد مثلا سی ما میگیم به ازای هر سی میلی گرم در دسی قند خون بالای صد یک واحد انسولین کوتاه اثر بیشتری باز اضافه میکنیم به دوز انسولینی بیمارمون و موضوع دیگه هم که باید اینجا به دقت بکنیم فاصله بین زمان تزریق انسولین و شروع وعده غذایی هست که طبیعتا هرچه قند خون قبل از وعده غذایی بالاتر باشه این زمان رو سر خواهیم کرد بیشتر در نظر بگیریم و هرچه طبیعی تر باشه یعنی دوربر صد باشه ما این فاصله رو خیلی عادی یعنی بیمار میتونه همون لحظه انسولین رو تزریق بکنه و وعده غذایی خودش رو شروع بکنه کار کلیه در بدن دفع محصول ناشی از متابولیسم پروتئین که همان اوره هست و همینطور تنظیم الکترولیت های خون مثل سدیوم، پتاسیوم و فسفر می باشد که اگه سطح اونها به هم بخوره ما حتی ممکن است شاهد این باشیم که بیمار با خطر مرگ دست و پنجه نرم بکنه اگه بیمار کلیوی ما هنوز دیالیز نمیشه ما دریافت پروتئین این بیمار رو سعی میکنیم کمتر از حالت نرمال که 8 همه گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هست باشه یعنی عددی حدود مثلا 7 دهم ده تا 6 دهم گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تا اوره تولیدی کمتر و کار کلیه کمتر باشه و بیمار ما دیرتر به اندستیج رنال دیزیز بر ختم بشه یعنی این بیماریش دیرتر به اون مرحله برسه و اما اگه بیمار ما دیالیز میشه چون در فرایند دیالیز خون از بدن بیمار خارج میشه ما با از دست رفتن پروتئین مواجه هستیم و در این بیمار باعثی دریافتش بالاتر از ها حالت نرمال باشه یعنی حالت نرمال که هشت هم هست در بیمار دیالیزی مصرف پروتئین رو معمولا یک و دو گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در نظر میگیریم پس موضوع پروتئین یک موضوع بسیار مهمی در بیماران کلیوی هست اما مسئله دوم مسئله مایات هست کار مهم دیگری که کلی انجام میده این هست که از طریق مواد دفعی بدن رو در یک بیس مایع از بدن دفع میکنه اگه کلیه یک بیمار ما نتونه به درستی کار بکنه دفع مایعات این بیمار کاهش پیدا خواهد کرد که اگه کمتر از 500 سی سی ادرار در روز باشه ما اون رو میگیم اولیگوری و اگه دفع ادرار کاهش پیدا بکنه به تبع اون الکترولیت ها در بدن این بیمار ما انباشت میشن اوره انباشت میشه و میتونه یه سری تبعاتی داشته باشه پس با توجه به اینکه بیمار ما نمیتونه مایعات رو دفع بکنه اگه بیمار ما الیگوری داشته باشه ما مصرف مایعات بیمارمون رو هم بایستی کاهش بدیم حالا بیمار ما به چه مقدار مایات نیاز داره؟ فرمول کلی نیاز مایات اینه که بیمار ما هر چقدر دفع مایات داره چه از طریق ادرار، چه از طریق مدفوع که به شکل اسهال باشه چه از طریق عرق و یا روش های دیگه ما اونو محاسبه می کنیم و 500 سیسی سی هم به اون اضافه می کنیم مثلا اگه دفع مایعات بیمار ما 500 سیسی سی هست 500 هم به اون اضافه می کنیم میشه 1000 سی, سی یعنی این بیمار ما در طول روز بایستی 1000 سی, سی یا یک لیتر مایعات مصرف بکنه و اگه بیمار ما دیالیز میشه این مصرف مایعات خودش رو به شکل وزنگیری بین دو تا دیالیز نشون میده منابری ما کاری خواهیم کرد که وزنگیری بین دو تا دیالیز بیمار ما از دو کیلوگرم بیشتر نباشه یعنی مایعات رو اگه این وزنگیری بیشتر باشه محدود خواهیم کرد که به شکل ادم در بیمار ما ظاهر خواهد شد اما موضوع دیگه کنترل الکترولیت های فسفور، پتاسیوم و سودیوم هست بیمار کلیوی ما که دیالیز نمیشه و ما مصرف پروتئینون کاهش دادیم به تبع اون مصرف فسفرش هم کاهش پیدا کرده چرا که ما دو تا منبع عمده برای فسفر داریم یکی غذاهای پروتئینی و یکی غذاهای صنعتی اگه بیمار ما کمتر غذاهای پروتئینی مصرف میکنه مصرف فسفر هم کم شده ولی مشکل در اونجاست که بیمار ما دیالیز میشه و ما مصرف پروتئین این بیمار رو افزایش میدیم وقتی مصرف پروتئین افزایش پیدا بکنه مصرف فسفر هم زیاد میشه و ما در همچین بیمارانی ناچاریم که فسفات بایندر یک داروس استفاده کنیم تا میزان فسفر غذا از طریق مطفوع دفع بشه و منجر به این نشه که فسفر خون افزایش پیدا بکنه از منظر رژیمی بیماران کلیوی رو سعی میکنیم بیش از یک واحد شیر و ماست نخورن چون این غذاها فسفر بالایی دارن و اگه زیاد استفاده بشه معمولا کنترل فسفر سخت خواهد شد الکترولیت دوم که در این بیماران خیلی مهم هست پتاسیم هست بنابراین ما در بیماران کلیوی سعی خواهیم کرد منابع عمده فسفر که همون میوه و سبزی هستن رو کم بکنیم و بیمار ما بیش از 6 واحد در روز میوه و سبزیجات مصرف نکنه و موضوع بعدی سدیم هست که در بیمار ما بایستی مصرف سدیم رو هم کاهش بدیم که این عمل دو تا فایده میتونه داشته باشه فایده اول این کار اینه که اولا وقتی ما سدیم رو محدود کردیم بیمار ما آتش نخواهد داشت تشنه نخواهد شد و در این حد کمی که برای مصرف مایعات بیمارمون مد نظر قرار دادیم بیمار ما این اتش رو تحمل خواهد کرد با کم کردن مصرف سدیم و فایده دومش این هست که ما سطح سدیم خون رو تونستیم کنترل بکنیم به هم خوردن سطح سدیم پتاسیوم و فسفر میتونه برای بیمار ما خیلی خطرناک باشه که با اصولی که خدمت شما به شکل مختصر عرض کردم ما میتونیم بر اونها غلبه بکنیم مهمترین موضوعی که در سنگ کلیه باید بهش دقت بکنیم این هست که کسی که سنگ کلیه داره بایستی اونقدر مایات مصرف بکنه که دفع ادرارش بیش از دولیت در روز باشه موار که باید رایت بشه به شکل واضح در اسلاید مشاهده می کنید الگوهای غذایی پیشنهاد شده برای آتروسکلوروزیس الگوی غذایی دش و مدیترانی هست که دش رو در قسمت فشار و خون توضیح خواهم داد اما در الگوی غذایی مدیترانی فرد مصرف زیاد روغن زیتون خود زیتون مصرف زیاد غلات کامل و میوه و سبزیجات و حبوبات و همینطور مصرف کم گوشت ها و غلات تصفیه شده رو داره اما موضوع دیگه ای که در آترو اسکلوروزیس مطرح هست غیر از اون مواردی که در اسلاید ذکر شده اینه که این بیمار بایستی اگه استاتین مصرف بکنه کانزیم کیو هم مصرف بکنه که استاتین ها میان آنزیم سه هیدروکسی گلوتاریل کانزیم آردکتاز رو مهار میکنند که آنزیم اول در سنتز کلسترول هست و باعث میشن که کلسترول خون فرد کاهش پیدا بکنه وقتی این آنزیم مهار شد کانزیم هایی که در زنجیره تنفسی مورد استفاده بدن هستن هم ساخته نمیشن و فرد دچار میوتوکسیسیتی و ضعف ازولات میشه مثلا نای راه رفتن نداره و همین خاطر دادن کیوتن میتونه این عوارض رو برطرف بکنه برای کاهش LDL ما باید اواملی که منجر به افزایش LDL خون میشن رو کم بکنیم مهمترین عوامل افزاینده LDL خون از تای چرب اشباه هست که در لبنیات و گوشت قرمز فراوانند و همینطور از تای چرب ترانس صنعتی که در روغن نباتی جامد و محصولاتی که از اون به عمل میان زیادن محصولاتی که از اون به عمل میان تمام محصولات سوپرمارکتی مثل کیک، کلوچه، پفک، چیپس، بستنی، جات در اینها روغن نباتی جامد استفاده شده و از چرب ترانس بالایی دارن یا پنیر پیتزا همینطور خود کلسترول غذا میتونه کلسترول خون رو یا الدیل خون رو افزایش بده کلسترول در زرده تخم و جگر مغز زبان و اما وجود داره و همینطور ما میتونیم با کاهش وزن منجر به کاهش LDL خون بشیم یه سری عوامل دیگه ای هم که میتونن منجر به کاهش LDL بشن رو شما در اسلاید مشاهده میکنید از جمله اسیدهای چرب پولیان سچریتد یا غیرش با با چند باند دوگانه مثل انواع روغنهای مایع فیبرها کاهش وزن سویا اینا میتونن LDL رو کم بکنن اما کلسترول خوب رو ما باید بالا نگه داریم یا HDL رو ما باید بالا نگه داریم عواملی که منجر به کاهش HDL میشن چاقی بی بودن مصرف سیگار و موارد دیگه ای هستن که ما میتونیم با انجام ورزش های شدید کاهش بافت چربی اضافی بدن منجر به افزایش HDL بشیم اگر تریگلیسرید فردی در محدوده 200 تا 400 هست این فرد بایستی مصرف الکل خودش رو کم بکنه اگه بی تحرک هست به تحرک خودش اضافه بکنه و همینطور در درجه اول مصرف قندهای ساده خودش رو کم بکنه قندهای ساده مثل قند، شکر، مربا، اصل، ژله کاستر، بستنی، شکلات، حلوا، خاگینه، شله و غذاهای از این دست و صاف نره سراغ قندهای پیچیده اگه با کم کردن مصرف قندهای ساده میزان تریگلیسرید خونش کم شد دیگه لزومی به کم کردن میزان مصرف برنج و نان نداره ولی اگه با اونها به هدف نرسید یه مقداری هم میتونه از مصرف های پیچیده خودش کم بکنه ولی در فردی که میزان تریگلیسرید خونش از 400 بالاتره این فرد دیگه بایستی حتما دقت بکنه که رژیم خیلی کم چربی داشته باشه و از مواردیه که در هر دو طیف این افراد میتونه موثر باشه کم مصرف مکمل اومگا هست که مطالعات نشون دادن که میتونه میزان تریگلیسرید خون رو کم بکنه برای کاهش فشار و خون بیمار بایستی مصرف سودیوم خودش رو کم بکنه ما یه سری غذاهایی داریم که سودیوم خیلی زیادی دارن و خود فرد متوجه نیست مثل نانهایی که ما بعضا مصرف میکنیم سودیوم زیادی دارن دوغی که مصرف میکنیم پنیری که مصرف میکنیم ترشیجات و شوریجاتی که مصرف میکنیم ربی که مصرف میکنیم و بقیه غذاهایی که نمک زیاد دارد آجیل های بوداده شده تخمه های بوداده شده اینها به مقدار زیادی مصرف نمک ما اضافه میکنن فردی که فشار خون داره بایستی مصرف این غذاها رو کم بکنه موضوع دومی که وجود داره و مدار که به شدت قوی وجود داره که میتونه فشار خون رو کم بکنه رژیم غذایی دش یا الگوی غذایی دش هست که تاکید زیادی رو مصرف زیاد میوه‌جات، سبزیجات، حبوبات و تخمه ها و مغزهای بدون نمک داره و غذاهایی که توصیه میکنه کمتر مصرف بشن چربی ها قند ها گوشت ها اینا رو توصیه میکنه که کمتر استفاده بشن که ما باید به اینها دقت بکنیم در بیماران مربوط به فشار خون موارد دیگه که در فشار خون خیلی مهم هستند یکی مدیریت وزن هست که سعی کنیم فرد به وزن طبیعی خودش برسه فرد فعالیت فیزیکی بالایی داشته باشه و همینطور مصرف الکل خودش رو کم بکنه در نارسایی قلب علت این که در این اسلاید نوشته شده که این بیماران مکمل منیزیوم و تیامین مصرف بکنن به علت مصرف زیاد داروهای دیورتیک هست که به علت ادم و ادمی که در این بیماران هست مصرف میشن و هرچه این مصرف این داروها زیاد باشه دفع منی از یوم و تیامین هم افزایش پیدا میکنه که باید از طریق مکمل جبران بشه در کمخونی ها باید دقت کنیم و اینو حتما بدونیم که هر کمخونی که اسم شما میشنویم کمخونی فقر آهن نیست و با شنیدن اسم کمخونی نباید آهن تجویز کنیم چون خیلی از کمخونی ها وجود دارند که دادن آهن برای اونها خطرناک است تالاسمی هم کمخونیه آنمی سیدروبلاستیک هم کمخونیه آنمی ناشی از بیماری های مزمن هم کم ولی ما در اونها اگه آهم بدیم قضیه رو بدتر کردیم بنابراین بایستی علت آنمی اول مشخص بشه و وقتی کمخونی فقر آهن هست آهن داده بشه و مواردی که در این اسلاید ذکر شده رایت بشه ولی اگه آنمی ناشی از علت های دیگه هست بایستی اون علت با, با توجه به علت آنمی ما به رژیم درمانی فرد دقت بکنیم. بیماران هایپر متابولیک اونایی هستن که دوچار تروما شدن اونایی هستن که جراحی کردن سوختگی دارن در این بیماران ما با تعادل منفی ازوترو به هستیم که پروتئین در اونها دارای کاتابولیسم هست و ما سعی خواهیم کرد با اصول تغذیه مناسب تعادل منفی ازوت رو در این بیماران به حد به حداقل برسانیم هرچند که ما نمیتونیم جلوی تعادل منفی ازوت رو بگیریم ولی سعی خواهیم کرد که اونو به حداقل برسانیم مسئله که در بیماران هایپرمتابولیک وجود دارد این هست که این بیماران نحوه تغذیهشون رو با ما باید مشخص بکنیم در این بیماران تغذیه اورال و تغذیه انترال رو ما صرفا در بیمارانی میتونیم داشته باشیم که اینها عملکرد دستگاه گوارش دارند اینها از نظر همودینامیکی استیبل هستند ولی اگه اینها وجود نداشته باشه ما باید تغذیه پارا انترال یا, داشت... یا تغذیه وریدی رو برای این بیماران داشته باشیم انتخاب شیوه تغذیه در بیماران هایپرمتابولیک اینکه اورال باشه انترال باشه یا پارانترال باشه به شدت میتونه به بقا و زنده ماندن این بیماران کمک بکنه و ما در تغذیه اورال انترال و پارانترال حتما باید دقت بکنیم که کالوری رو نه بیش از حد بدیم و نه کمتر از حد اینا یه سری اصولی داره که در این اسلاید ذکر شده و با رعایت اونها ما میتونیم کاری بکنیم که بیماران امید به زندگی خیلی بالایی داشته باشن در بیماران دارای سوختگی ما معمولا اگه سوختگی بالای 20 درصد هست نیاز به تغذیه انترال و دا پرانترال داریم تا نیاز بیماران سوخت تامین بشه و بیماران که درصد سوختگی اونها کمتر از 20 درصد هست معمولا ما از طریق تغذیه دهانی میتونیم نیاز اونها رو تمیم بکنیم و اینا هم باید کاملا یک رژیم کالری و پر پروتین داشته باشند با رعایت ONS یا اورال نوتریشنال سپلمنت ها مثلا اگه بیمار ما شیر میخوره به شیرش یه مقدار هم شیر خشک یا پروتئین اضافه بکنیم یا بیماری که سوپ میخوره یه مقدار تو سوپش شیر خشک پروتئین اضافه بکنیم یا وقتی آب میوه میخوره به آب میوهش یه مقدار مکمل های کربوهیدراتی مثل کربومست یا موارد دیگه اضافه بکنیم تا در اون حجم کمی که این بیمار به علت بی قادر به خوردن هست بتونیم پروتئین و کربوهیدرات زیادی به بدن این فرد برسونیم اورال نوتریشن ساپلمنت ها جزو شاهکارهای رژیمی هستند که ما میتونیم با استفاده از این روش ها برای بسیاری از بیماران خیلی خیلی موثر باشیم بنابراین از شما دانشجویان پرستاری عزیز خواهش میکنم از این شیوه در بسیاری از اون بیماران سوء تغذیه ایتون که حجم زیادی از غذا نمیتونن بخورن استفاده کنید تا در, در همون حجم کمی که سوپ میخوره در همون حجم کمی که شیر میخوره در همون حجم کمی که آب میوه میخوره با اضافه کردن یه سری مواد غذایی بسیار مهم پروتئین ها و کربوهیدرات ها به غذای اونها حتی در فرم مکملی و آمادش بتونیم در همون حجم کم نیاز اینها رو به کالوری و پروتئین تعمین بکنیم کسانی که دوچار رفلاکس مدیمروی و التهاب مری هستند یا معمولا با غذاهای اسیدی آزرده میشن در حالی که ما در زخم میده شاید اینو نداشته باشیم که فرد آب پرتقال یا گوجه بخوره و با یه دردی شروع بشه ولی در بیمارانی که این بیماری رو دارن یعنی رفلاکس دارن و التهاب مری دارن ما معمولا با اون روبرو رو هستیم برای این بیماران با مواردی که در اسلاید هست رو به خوبی رعایت بکنیم تا اینها درمان موفقی داشته باشند. خلاصه از مواردی که در زخم معده به شکل تغذیه باید راحت بشه رو شما در این اسلاید مشاهده می کنید. سندروم دامپینگ زمانی اتفاق می که قسمتی از معده یا تمام آن برداشته بشه و غذا مستقیما و با سرعت بالایی وارد روده میشه. در اونجا اگه غذا اسمولاریته بالا داشته باشه آب خون رو به طرف خودش جذب می کنه اسخال ایجاد می درد شکم ایجاد می که اینو میگن سندروم دامپینگ بنابراین در سندروم دامپینگ ما باید غذایی بدیم که اسمولاریته بالا نداشته باشه شما میدونید که تعداد ذرات هست که اسمولاریته ایجاد میکنه و اندازیان مهم نیست بنابراین قندهای ساده که اندازه ذرهشون کوچولو هست اینا اسمولاریته بالا ایجاد میکنن برعکس قندهای پیچیده مثل نشاسته که در گندم و نان هست اینا بالا ایجاد نمیکنن چربی ها اسمولاریتهشون خیلی بالا نیست بنابراین در این بیماران ما سعی خواهیم کرد که با رعایت اون اصولی که در این اسلاید هست از شدت سندروم دامپینگ بکاهیم و همینطور ما اگه نیروی جاذبه زمین رو مهار بکنیم در این بیماران و بعد غذا خوردن اینا دراز بکشن تا غذا آروم آروم وارد روده بشه ما به اون شکل با دامپینگ شدید و همینطور اسهال شدیدی مواجه نخواهیم بود اگه همچین بیماری استاتوره یا اسهال چربم داشت بایستی دریافت چربی این بیمار محدود بشه ولی اگه استاتوره وجود نداشته باشه ما برای که بیمارمون دچار سوء تغذیه نشه چربی رو محدود نمی کنیم گستروپرزیس یا دیر تخلیه شدن معده یکی از عوارض شایع دیابت هست و در بیماری های دیگه ای مثل پارکینسون و اینام دیده میشه که در اینجا غذا دیر از مده تخلیه میشه چرا که ما حالاتی از فلج حساب دستگاه گوارش رو اینجا داریم در این بیماران ما سعی می کنیم ببینید در کل بیمارانی که ما در اونجا با تخلیه دیر غذا در معده هم راه هستیم مثل این بیماری گستروپرزیس به علت فلج اعصاب دقت کنیم غذاهای مایه را حل مشکلات هست علتش هم اینه که شما اگه معده رو در نظر بگیرید دریچه چه پیلور معده که انتهای معده است به شکل کامل بسته نمیشه و وقتی یه فرد یه غذای مایع میخوره مایاد از اونجا میتونن تخلیه بشن و برن به روده ولی غذای جامد نمیتونه برای این اتفاق بیفته بنابراین اگه ما در این بیماران به جای غذای جامد غذای مایع بدیم این غذا تخلیه میشه میره روده و بیمار نیازش تعمین میشه و مشکلات که میتونه با غذای جامد وجود داشته باشه اینجا اتفاق نخواهد افتاد بنابراین یک مدیریت درمانی هست و موضوع دیگه که در بیماران گستروپریزیس ما با این شاهد هستیم اینه که اینا ممکنه دچار بزرگ و گرفتگی در دستگاه گوارش بشن در بزر و گرفتگی دستگاه و گوارش هم اون چیزی که مهمه اندازه فیبر هست نه تعداد فیبر یعنی اگه یک فرد یک فیبر یه و بزرگی بخوره مثلا پوست کیوی مثلا پوست سیب زمینی یا پرتقال رو شما ببینید که اون پوستش یه حالت یک پارچه ای داره اینا میتونن منجر به بزر بشن و مخصوصا اگه بیمار ما به علت دیابت دچار گاستروپارزیس و, و دیر تخلیه شدن معده به علت فلج نسبی اعصاب دستگاه گوارش هست باید سعی کنیم از این فیبرهایی که اندازه درشتی دارن پرهیز بکنه فیبرهای دیگه که اندازه ریز دارن مثل پکتین و بقیه فیبرها شاید مشکل ایجاد نکنه ولی این فیبرها باید سی مصرف مصرفش در این بیماران محدود بشه راحل نفخ رو شما در این اسلاید مشاهده میکنید و علنی که میتونی ایجاد بکنه که با رایات اونها شاید بتونیم جلوی نفخ رو بگیریم برای درمان تغذیه یبوست مصرف زیاد فیبر به همراه مایات کافی نه به تنهایی به همراه مایات کافی میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه مصرف میوجات خشک مثل انجیر و آلو و بعد اینجور میوجات میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه فقط دقت بکنیم که هم حتما همراه مصرف فیبر آب زیادی هم مصرف بشه ولی ما در مورد مصرف زیاد فیبر اینو باید بگم که بیماری های حاد دستگاه گوارش هر جا وجود داشته باشه باید مصرف فیبر رو ما کم بکنیم بنابراین یکی از جاهایی که مصرف فیبر باید محدود بشه بیماری های حاد دستگاه گوارش است و همینطور چند تا مورد در بند آخرین این اسلاید ذکر شده که در اونجا ما بایستی برای رفع یوبوست نبایستی روی بیاریم به مصرف فیبر زیاد مثلا اختلالات عصبی ازولانی در دستگاه گوارش وجود داشته باشه بنابراین در تمام اختلالات دستگاه ازولانی که نمونهشو در اسلاید قبل در گاستروپارزیس گفتیم که اونجا اعصاب دستگاه گوارش اختلال داشتن اگه وجود داشته باشه ما برای رفع یوبوست نباید سراغ فیبر بریم که در اینجا احتمال انباشت مدفوع و پاره شدن دستگاه گوارش به علت یوبوست وجود خواهد داشت و همینطور اگه اختلالاتی در تحرکات حرکت دستگاه گوارش وجود داشته باشه یعنی موتیلیتی دستگاه گوارش مختل شده باشه یعنی باز این فلج ازولانی هست ما نباید سراغ فیبرا بریم پس هم در فلج ازولانی به هم در فلج عصبی دستگاه و گوارش نباید سراغ فیبرها برای رفع یوبوست بریم برای کسایی که موتاد محسوب میشند اینا هم برای رفع یوبوستشون اگه ما سراغ فیبرا بریم احتمال خطر وجود داره که ایمپکت در اینا ایجاد بکنه و فشورده بشه مدفوعشون و نیاز به جراحی پیدا بکنن و همینطور برای کسایی که اختلالات کف لگن دارن نباید سراغ برای درمان یوبوست سراغ فیبرا بریم پس غیر از اینها یکی هم که اولش گفتم تمام بیماری های حاد دستگاه و گوارش رو هم ما بایستی اگه در اونجا حتی یوبوستی هم وجود داشته باشه نباید سراغ فیبرها بریم چون که فیبر یک محرک فیزیکی محسوب میشه و در تمام بیماری های حاد دستگاه و گوارش بایستی محدود بشه برای درمان اسهال زمانی که اسهال تازه شروع شده و شدت بالایی داره بهترین راه استراحت دادن به دستگاه گوارش است ولی وقتی داره اسهال خوب میشه و روال بهبودی رو داره طی میکنه اون مواردی که در این اسلاید نوشته شده باید راحت بشه ولی ما اسهال اسلا... های مت... مختلفی داریم ما اگه اسهال اسموزی داشته باشیم غذا غذاهایی که اسمولاریته بالا دارن مثل قندهای مصنوعی و قندهای ساده و اینها رو محدود بکنیم اگه اسهال ما اسهال افونی هست پروبیوتیک ها میتونن کمک کننده باشن یعنی اون میکروارگانیسم هایی که در فلور طبیعی روده هستن و بعضی از غذاها وجود دارن مثل ماست و بقیه غذاهای پروبیوتیک میتونه کمک کننده باشه و یا اگه اسهال اسهال ترشحی هست ما در اونجا دیگه شاید خیلی ابزار تغذیه‌ای نداشته باشیم مثل وبا و با باعثی علت این اسهال که همون عفونت هست درمان بشه ولی باز در اینجا پروبیوتیک میتونه تا حدی کمک کننده باشه و در کل اون مواردی که در این اسلاید نوشته شده میتونه برای درمان اسهال درمان تغذیه اسهال خیلی کمک کننده باشه وقتی ما با تنگی و انسداد دستگاه گوارش روبرو باشیم اگه این تنگی و انسداد در قسمت فوگانی دستگاه گوارش باشه خوب جویدن غذا و اجتناب از مصرف فیبر زیاد میتونه راحل حل باشه برای جلوگیری از تشکیل بزرگ که در اسلایت های قبل صحبت کردیم راه حل هاشو ولی اگه انصداد در قسمت های تحتانی باشه دیگه قوام غذا این که مایه باشه نمیدونم نرم باشه شاید خیلی جایگاهی نداشته باشه در انصداد های کامل ما نیاز به تغذیه انترال و پرانترال داریم در بیماری سلیاک فرد بایستی تا آخر عمرش رژیم بدون گلوتن داشته باشه و برای اینکه بدونه کدوم غذا گلوتن داره نداره حتما بایستی برچسبای اون غذایی که میخوره به شکل کاملا واضح بخونه مواظب و... با این باشه که اون غذایی که میخوره هر چند گلوتن نداره ولی نکنه با یک غذایی که گلوتن داره این آلوده شده باشه بغل هم باشن یکم قاطی پاتی شده باشن و با یه سری سی کمبودهایی که به علت بیماری سوء جذب در این فرد اتفاق میفته این کمبودها رو جبران بکنیم مثل اینکه ب... اینا ممکنه کمبود آهن کلسیم ویتامین د، استای چرب امگا و بقیه ویتامین ها رو داشته باشن که باید اینها رو جبران بکنیم و همینطور سعی کنیم این به انجمنهایی که تحت عنوان انجمن سلیاک در این ایران وجود دارند معرفی بکنیم کسانی که عدم تحمل لاکتوز دارند اینها میتونن حتی اینام میتونن یک لیوان شیر رو که حاوی حدود دوازده گرم لاکتوز هست رو روزانه تحمل بکنن مخصوصا اگه اینو نصف نصف کنن نصفش رو طرف صبح یا نصفش رو طرف عصر مصرف بکنن معمولا تحمل میکنن ولی اگه اینم تحمل نکردن برای تامین کلسیومشون خیلی بهتری که از ماست استفاده کنن در مورد عدم تحمل لاکتوز من باید بگم که کسایی که تحمل لاکتوز دارن نه پاشون با بیمارستان برسه هم معمولا دچار عدم تحمل لاکتوز میشن بنابراین دادن شیر به بیماران که در آی بستری هستند خیلی به صلاح نیست چون میگم تمام اون بیماران که در آی هستن هستن احتمالا درجات که از عدم تحمل لاکتوز یعنی همشون داشته باشن هرچند قبلا نداشتن ما سعی میکنیم با دادن تدریجی شیر و همینطور دادن مواد قندی مثل لاکتولوز فلور روده رو تغییر بدیم تا این بیماری که ما داریم بتونه لاکتوز رو در دراز مدت تحمل بکنه و از این طریق نیازهاش مخصوصا به کلسیوم تامین بشه در بیماری های التحابی روده مثل کلیت اولسراتیب و کلیت با توجه به اینکه اینا بیماری های التهابی هستند ما یه سری مواردی داریم که ضد التهاب هستند در تغذیه از جمله امگا از جمله فیتوکمیکال ها که در میوه‌جات و سبزیجات رنگی هستند از جمله پروبیوتیک ها و اینها از اینا میتونیم استفاده بکنیم برای کم کردن التهاب این بیماران با توجه به تراوشاتی که از قسمت های ملتهب روده در این بیماران وجود داره معمولا پروتئین زیادی در این بیماران دفع میشه و ما سعی خواهیم کرد که از پروتئین های سیف مثل ماهی در اینها برای بالا بردن مصرف پروتئین استفاده بکنیم نه از پروتئین هایی که خطر بیماری های التهابی روده رو افزایش میدن چون گوشت قرمز خطر بیماری های التهابی روده رو افزایش میده حبوبات ممکنه برای این بیماران خیلی مقبول و مورد پسند نباشه و درد اینها رو افزایش بده بنابراین از پروتئین هایی که سیف هستن میتونیم برای این بیماران استفاده بکنیم اینها بیمارانی هستند که معمولا هر غذایی رو به خاطر حرف های پزشکان مختلف و حرفهای مردم نمیخورن در حالی که اون غذا واقعا شاید برای اینها مشکلی وجود نداشته باشه با مصرف اون غذا برام این چه بهتر هست که در بیمار کسانی که بیماری های التهابی روده دارند، اگه گفته میشه فلان غذا رو نخورید بره یه هفته اون غذا رو نخوره اگه با نخوردن اون غذا اون علائم بیماری تخفیف پیدا کرد و بعدا با شروع اون غذا در هفته بعد اون عل... علائم دوباره شروع شد این نشون میده که اون غذا برای این بیمار بد هست ولی اگه واقعا دیگه دید نه هیچ اتفاقی نمیفته محدود کردن هر غذایی به صلاح نیست شاید برای ما راحت باشه بگیم که اینو نخور اونو نخور فلان این غذا رو نخور واقعا بس چی بخوره بنابراین بهترین راه برای این بیماران این هست که تست بکنن غذاها رو و غذاهایی که واقعا تحملش ندارن رو نخورن نه اینکه هر غذایی برای اینها بد باشه موارد دیگه هم که در بیماری های التهابی روده وجود داره رو شما در این اسلاید مشاهده میکنید در بیماری آی بی یا سندروم روده تحریک پذیر با توجه به اینکه در بعضی از این بیماران اسهال غالبه در بعضی از این بیماران یوبوست غالبه ما بر حسب اینکه با چه بیماری مواجه هستیم توصیه هامون رو پیش خواهیم برد در بعضی از بیماران هم یه دوره اسهال دارن یه دوره یوبوست دارن که سعی خواهیم کرد بر اساس این علائمشون ما مداخلات تغذیه‌ای داشته باشیم در این بیماران های مختلف وجود داره در مورد پربیوتیک ها از یه طرف که اینا پریبیوتیک ها قند هایی که رشد میکروارگانیسم های فلور طبیعی روده که همون پروبیوتیک هستن و تقویت می‌کنن از این جنبه میتونن خوب باشن ولی خود پریبیوتیک ها با توجه به اینکه فشار اسموزی بالایی در روده میتونن ایجاد بکنن و اسهال رو تشدید بکنن میتونن بد باشن بنابراین در مورد پروبیوتیک ها یعنی خود میکروارگانیسم ها مثل مثل ساکاریت ها و بیفیدو باکتر ها داریم ما در مورد اینها مشکلی نداریم و اینا معمولا تاثیر خوبی در آی بی اس دارن ولی در مورد پریبیوتیک ها یعنی فروکتولیگوساکاریت ها گالاکتولیگوساکاریت ها و لاکتولوز که اینها تحت عنوان غذاهای پریبیوتیک هستن و رشد پروبیوتیک ها رو تحریک میکنن گفتم ما دیت های موثقی نداریم چون هم میتونن فایده داشته باشن هم میتونه ضرر داشته باشن بنابراین با توجه به وضعیت بیمار ما در این مورد اینها نظر خواهیم داد سندروم روده کوتاه زمانی اتفاق میفته که قسمت زیادی از روده بریده بشه و بیمار یه مقدار کمی روده داشته باشه و شاید بعضی از اون بیمارانی که دارای سندروم رودیکوتو هستن برای تا آخر عمرشون نتونن به شکل تغذیه دهانی تغذیه بکنن یا تغذیه انترال تغذیه داشته باشن و ناچار باشن همیشه تغذیه پیرا روده ای داشته باشند اینکه کدام قسمت روده بریده شده هست ما بر اون اساس مداخلات تغذیه‌ای مختلفی میتونیم برای بیمارمون داشته باشیم اگه ایدئوم برداشت شده باشه ما میدونیم که ایدئوم جاییه که استای صفراوی برداشت میشن ایدئوم جاییه که ویتامین B12 باز جذب میشه میتونه این سری عوارض بدی رو در بیمارمون داشته باشیم چون اگه صفرا باز جذب نشه و به روده بزرگ راه رو پیدا بکنه حس بدی رو در بیمار ما ایجاد میکنه بر حسب این قسمت بریده شدن ما ت... اصول تغذیه خودمون رو همونطور که در این اسلاید هست پیش خواهیم برد و شاید هم نیاز داشته باشیم که تغذیه انترال یا پرنترال داشته باشیم اگه به دلایلی پزشکان مجبور باشن ایلوم رو سوراخ بکنن که دفع بیمار به جای آنوس از ایلوم اتفاق بیفته یا کلون رو سوراخ بکنن که دفع از اونجا اتفاق بیفته و یا به دلایلی کل کلون رو بردارند و ایل رو وصع بکنن به آنوس ما اینجا مواجه خواهیم شد با بیماری که به مقدار زیادی دفع مایات از طریق مدفوع داره چون که کار روده بزرگ که مایات مدفوع رو جذب میکنه و منجر به تشکیل یک مدفوع که قوام داره میشه و اگه بیمار ما کولون نداشته باشه یا قسمتی از اون برداشت شده باشه بیمار دفع مدفوعش به شکل اسهال و مایع خواهد بود مواردی که ما باید در اینجا خیلی خیلی مهم رعایت بکنیم این که باید ما اون مایعاتی که دفع میشه رو برای بیمارمون جبران بکنیم سعی کنیم با توجه به این که این دفعی که برای این بیمار اتفاق میفته به از طریق دستشویی نیست و در یک کیسه جمع میشه و مشکلاتی وجود داره سعی خواهیم کرد غذاهایی بدیم که بوی خیلی بدی نداشته باشن از بابت زندگی این بیمار خیلی در مخمسه نذارن توصیه های کاهش نفخ برای این بیمار خواهیم داشت در مورد کمبود بعضی از ویتامین هایی که در این بیمار میتونه اتفاق بیفته ما سعی خواهیم کرد که اون ویتامین ها رو جبران بکنیم و جلوی گرفتن اون سوراخی که مدفوع از اونجا دفع میشه رو سعی خواهیم کرد با تغذیه‌ای که داریم رو بگیریم که این موارد در این اسلاید توضیح داده شده در این اسلاید ها سعی کردم که در مورد بیماری های مهمی که شما دانشجویان عزیز با اون بعدن در بیمارستان مواجه خواهی شد در مورد اون صحبت کنم در مورد درمان تغذیه‌ای اونها صحبت بکنم امیدوارم که مفید واقع شده باشه و آرزو دارم که همیشه موفق باشید در طول تحصیل و همینطور در دوره کاری خودتون همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار سوالاتی که در این درس بایستی اونها بتونید جواب بدید اینا هستن انواع رژیم های غذایی رو در دیابت توضیح دهید مدیریت تغذیه‌ای رو در بیماری مزمن کلیوی و سنگ کلیه توضیح دهید مدیریت تغذیه ای رو در آتروسکلوروزیس و اختلالات چربی خون بنویسید مداخلات تغذیه ای رو در انواع کمخونی ها توضیح دهید مدیریت تغذیه ای رو در بیماران هایپرمتابولیک و سوختگی بنویسید و مدیریت تغذیه ای رو در انواع بیماری های قوارشی بنویسید خیلی ممنون مواردی که گفتیم رو میتونیم به این شکل خلاصه کنیم رژیم درمانی دیابت بسته به اینکه بیمار ما انسولین مصرف میکنه یا نمیکنه به ترتیب نیاز به این داره که ما یک رژیم با کربوهیدرات ثابت داشته باشیم یا بر اساس کربوهیدراتی که بیمار ما میخوره انسولین رو تنظیم کنیم در بیماری های کلیه توجه به مقدار پروتئین مایعات فسفر پتاسیم و سدیم رژیم غذایی ضروریه در بیماری های قلبی و روغی توجه به نوع و مقدار چربی مصرفی خیلی اساسی است در کمخونی خیلی مهمه که ما علت کمخونی رو بدونیم برای هر کمخونی آهن تجویز نکنیم و اینو بدونیم که در بعضی از کمخونی ها دادن آهن میتونه خیلی خطرناک باشه در بیماران هایپرمتابولیک توجه به تعادل و اسید و نوع تغذیه‌ای که باید داشته باشیم اینکه دهانی باشه، انترال باشه، پرانترال باشه خیلی مهم هست و در بیماری های گوارشی علاوه بر این که ترکیب دروش مغزی ها و ریز مغزی های رژیم غذایی برای ما خیلی مهمه توجه به مقدار و نوع فیبر مصرفی حالت غذا اینکه جامد هست مایه هست یا نرم هست اینکه از پروبیوتیکها و پریبیوتیکا استفاده بکنیم یا نکنیم و یا اینکه ما چه غذایی رو حذف کنیم برای بیمار ما فایده داشته باشه میتونه از اهمیت بالایی برخوردار باشه منبع این درس ما که در این جلسه ازش استفاده شده کراز ان ماهان فودند نوتریشن کیر پروسس هست ادیشن آخرش که همون ادیشن 15 هست